یکی از منزجر کننده ترین فیلم های جهان که داستان سه نسل رو به شکلی وحشیانه نشون میده. گلاسیا سلام، انقدر گفتی دیگه فیلم های منزجر کننده براتون نمیذارم. یه فیلم دیسربینگ براتون آوردم به اسم تاکسی درمی، محصول سال 2006 و محتوای خیلی مهم و پیچیده تو خودش داره و اصلا فیلم با عقل جور در نمیاد. یکی از عجیب ترین فیلم هایی هست که من توی زندگیم دیدم. بریم با هم ببینیم، حتما تحلیل آخرش رو گوش بکنید. طرف مهمی راجع به فیلم میخوام بزنم. حواستون به اسپل کامل صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم میریم به جنگ جهانی دوم و یکی از سربازهای مجارستان رو میبینیم که با شمعی داره خودش رو گرم میکنه. کم کم شمع و سمت دم و دستگاهش میبره و انگار از زجر و حرارت ارضا میشه. روز بعد برسه و وسط سرما و برف همین سرباز میره بیرون و با دیدن سوراخی وسط کلی یخ یهو دم و دستگاهش میکنه اون تو. همین لحظه فرمانده سر میرسه و با دیدنش میره جلو. سرباز ترسیده و فرمانده میگه از امروز کلی کار باید برام بکنی تا آبروتون نبرم و اخراج نشی. اولین کاری هم که بهش میده قطع کردن کلی تنه درخت و سربازم قبول میکنه. موقع انجام این کارم جلوی خونه فرمانده است و متوجه دو دخترش میشه که با هم میرن حموم و دیدن صحنه حالشو به هم میرسه. برای همینم هم یواشکی میره تا از پنجره نگاهشون کنه و برای تموم شدن کارش میره داخل. شروع میکنه به نوشیدن آب کثیفی که توی وان حمومه و در همین حین تمام اتفاقاتی که اینجا افتاده از جمله زایمان و کثیف کاری های دیگر هم تصور میکنه. خلاصه برمیگره سر کارش و بعد مدتی همین دو تا دختر رو در حال برف‌بازی میبینه. دوباره حالش بد میشه و این بار میزه علایتی که چوب در حال اشغاله که یه رفعه خروس سر میرسه و بهش نوک میزنه. سربازم فریاد میکشه و میریم سکانس بعد. شب میشه و همین سرباز در حال خوندن کتاب دختری که کبریت فروشه. بازم خودش رو تو این داستان تصور میکنه و از فکر نجات این دختر ارضا میشه. به دستور فرمانده روز بعد میره کمکش و یه خوک سر میبرن. پوست خوکم میکنه و شب تو سرما از بیرون پنجره این خانواده رو در حال خوردن گوشت تازه میبینه. قبل خواب فرمانده میاد و برای شمعی میاره که خودش رو گرم کنه. اما همین که میره سرباز رو میبینیم که تو آتیش شمع همسر فرمانده رو تصور میکنه و مشغول عشق بازی باهاش میشه. البته که تو واقعیت داره این کارو با باقی مونده جنازه همون خوک انجام میده. صبح میشه و فرمانده میاد سرباز صدا کنه و اونو در حال رابطه با لاشه خوک میبینه و بدون هیچ مکسی اسلحه‌اش رو میکشه و با یه شلیک میکشتش. میریم به چند ماه بعد. همسر فرمانده حامل است و وقت زایمانشه. پسری به دنیا میاره که یه دم خوک عجیبم پشتشه. فرمانده خیلی گیج و فکر میکنه بچه خودش نیست، ولی تصمیم میگیره بچه رو بزرگ کنه. اما اول به شکلی دردناک دم خوکیشو میکنه. اسم پسرم میذاره کرمن. سالها بعد میشه و کرمن رو میبینیم که بزرگ شده و به خاطر وزن زیادش تو مسابقه های مسخره سریع غذا خوردن شرکت میکنه. جنگ جهانی دوم هم تموم شده و رسیدیم به دوران جنگ سرد. توی این مسابقه آخر کرمن نماینده کشور مجارستانه و با پایان راند اول همه شرکت کننده ها هرچی خوردن رو بالا میارن. مربی کرمن میاد طرفش و دعواش میکنه که هنوز دومی و کلی باید تلاش کنی. اونم وقتی میفهمه که برنده مسابقه میتونه با قهرمان مسابقات زنان رابطه داشته باشه انرژی بیشتری میگیره. اما خب پر شدنش نتیجه برعکس میده و وسط خوردن غذا یهو فکش قفل میکنه و از حال میره. میبرنش بیمارستان و بعد عمل جراحی کرمن به هوش میاد و میفهمه که قهرمان مسابقات زنان هی میاد دیدنشو بهش سر میزنه. همین هم میشه شروع رابطه شون و زود با هم ازدواج میکنن. البته ازدواج عجیبیه، چون شب عروسی این زن میخواد با دوست کرمن فرار کنه، اما کرمن موفق میشه با خوندن یه آهنگ عشقشو برگردونه. چند سال دیگه میگذره و همچنان کرمن تو مسابقات غذاخوری شرکت میکنه. منتها مثل قبل انرژی نداره، مربیش هم عصبیه، چون کرمن از خیلی حریفای دیگه ضعیف تره، مخصوصا تو دوره‌ای که این به اصطلاح ورزش داره فراموش میشه و مربیش معتقد دو تایی میتونن ورزش غذاخوری سریع و زنده کنن. مدتی بعد همسر کرمن حامله میشه. میفهمیم شغلش تبلیغ کردن محصولات یه کارخونه تو مسابقات غذاخوریه. برای همینم دکترش میگه باید از کار استعفا بدی، چون این همه غذا برای بچه خطرناکه. اونم قبول میکنه و همراه کرمن به مسافرت میرن تا حالشون عوض شه. تو همین سفر به یه قایق تفریحی میرن و وقتی میفهمن مسابقه غذاخوری هم اینجا هست تصمیم میگیرن تو شرکت کنن. برخلاف گفته دکتر زن مشغول میشه و کلی لوبیا میخوره که مسابقه رو ببره. همین باعث میشه که او از حال بره و وقتی میبرنش بیمارستان میفهمن زن داره بچهشو به دنیا میاره و پسری متولد میشه به اسم لاجوسکا. لاجوسکا کاملا مخالف پدر مادرشه و بدنش خیلی لاغره و در این حال هم بلونده. کرمن و زنش هم خیلی ناراحتن، اما به هر حال بچه رو بزرگ میکنن. میبینیم که وقتی بزرگ میشه کار تاکسیدرمی رو در پیش میگیره، یعنی خوش کردن بدن حیوانات. برنامه هر روزش هم اینه که بعد پایان کار میره به مغازه‌ای که روی فروشندش کلاش شدید داره، اما این دختر همیشه ردش میکنه. بعدم میره به کافه که هیچکی نمیاد پیشش و کلا کسی توجه نمیکنه که این پسر وجود داره. وقتی لادوسکا برمیگرده خونه میفهمه که مادرش تنهاشون گذاشته و برای ادامه علاقش به ورزش از غذاخوری از شهر رفته. کلمنم به خاطر این قضیه و ناتوانیش تو ادامه ورزش کلا همه
خودشو ول کرده و یادم بیش از حد چاق و ناامیده. کل زندگیش هم اینه که رو صندلی بشینه چون اصلا نمیتونه حرکت کنه و برنامه‌های تلویزیونی رو میبینه. به شدت تماشای گربه هاشه. به حدی که لاجوسکا حتی بهشون حسودی میکنه چون پدرش گربه ها رو بیشتر دوست داره. خیلی هم این قضیه آزاردهنده است چون مجبور هر روز بره و به گربه ها غذا بده و قفس رو تمیز کنه. حتی ظرف دستشویی پدرش هم باید خودش خالی کنه. دوباره میره سر کار. مشغول درست کردن تاکسیدرمی یک گوریله که دکتر پولدار میاد دیدنش. بهش پیشنهاد میده که یه سری حیوان کوچیک و محلی خاص دارم و اونم قبول میکنه که کمکش کنه تا تاکسیدرمی بشن. وقتی این دکتر توجهش به خفاش جلب میشه، لاجوسکا میگه برای فروش نیست. برام برنامه همیشگیشو دنبال میکنه که میره خونه و موقع غذا دادن به گربه ها یه رفه کرمن شروع میکنه فریاد زدن. میگه من میتونم 1000 تا شکلات توی ساعت بخورم و خیلی خجالت میکشم. تو پسرمی و هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. چون مثل من ورزشکار نشدی و شغل کثیف مثل تاکسیدرمی انتخاب کردی. لاجوسکا عصبانی میشه و با پدر دعوا میکنه. بهش میگه همون شکلاتایی که میگی و من باید پول بدم برات بخرم چون هیچی تو نداری. مامانم حقش ولت کنه چون خیلی عوضی. بعدم قسم میخوره که دیگه هیچ وقت اینجا نیاد به پدرش کمکی نکنه. وقتی پدر میخواد بزنه تو گوشش دستش نمیرسه و لاجوسکا هم مسخره کردن پدر رو ادامه میده. بعدم چراغو خاموش میکنه و از خونه میره بی توجه به اینکه قفس گربه ها درش بازه. از همین روزم میره باشگاه تا یکم بدنشو بزرگتر کنه. روز بعدی همون دکتر میاد دیدنش تا سفارشو تحویل بده و لاجوسکا میفهمه که این مرد قصد داره که یه جنین انسانو تاکسیدرمی کنه و نگه داره. با اینکه خیلی عجیبه ولی به خاطر پول قبول میکنه و انجامش میده. وقتی بعد کار به همون فروشگاه میره میفهمه اون دخترم دیگه کار نمیکنه و استعفا داده. لاجوسکا میفهمه به خاطر رفتار و گیرای زیادش این دختر مغازه رفته و برای همینم مطمئن میشه هیچکی تحمل نمیکنه اینو. تنها کسی هم که میتونه درکش بکنه همون پدر عوضی خودشه. برای معذرت‌خواهی میره با آپارتمان پدرش و صحنه وحشتناک میبینه. گربه ها قفس بیرون اومدن و شکم پدر رو پاره کردن. اعضای بدنش هم به خاطر گشنگی خوردن و پدر جونش رو از دست داده. به خاطر ناراحتی زیاد فکری به سرش میزنه. میبینیم که لاجوسکا پدرش رو به مغازه میبره و بعد خالی کردن هر چی تو بدنشه شروع میکنه به پروسه تاکسیدرمی و ساختن یه مجسمه. سکانس های دردناک و بعد پایان کار میره توی دستگاهی که خودش ساخته. به خودش وسایل وصل میکنه و با فشار یه دکمه موادی به خودش میزنه. حالا با بی‌حسی قفسه سینه خودش هم پاره میکنه و شروع میکنه مالیدن یه سری کرم تاکسیدرمی. بعد این کار کلی ماده دیگه هم تو بدن خودش میریزه و به شکل وحشتناک قفسه سینه خودش رو میدوزه. در آخر با فشار یه دکمه دستگاه فعال میشه و دست راست و گردن لاجوسکا رو میزنه. این مرد خودش هم تاکسیدرمی شد و میمیره. سکانس بعد میبینیم که دکتر برای دریافت سفارشش میاد مغازه. جنین انسان همونطوری که سفارش داده بود توی جاسویچی پیدا میکنه. اما با کنجکاوی مغازه رو میگرده و دنبال لاجوسکا و متوجه اتاق مخفی میشه. وقتی میره داخلش با وحشت به صحنه روبروی زل میزنه. مدت ها بعد میشه و میبینیم که آخرین اثر هنری لاجوسکا یکی از معروف ترین های دنیاست و این دکتر این نمایشگاه بین‌المللی برقرار میکنه. همه کسایی که میان با تعجب به تاکسیدرمی های ساخته شده زل میزنن. دکتر هم شروع میکنه به سخنرانی. وسط نمایشگاه تاکسیدرمی کلمنه که با شکم بزرگش روی چوب نصب شده و روی شکمش هم تاکسیدرمی گربه هاشه. روبروش تاکسیدرمی خود لاجوسکا. دکتر توضیح میده که لاجوسکا این کارو کرد تا به پدرش ادای احترام کنه. بعدم خودشو کشت چون نمیتونست این دنیا تنها بمونه و با این عذاب زندگی رو بگذرونه. ادامه میده که به نظر من لاجوسکا میخواست یه اثر مهم خودش باقی بذاره و حرف خفنی رو بهمون بگه. اینکه چه جوری دولت شوروی بعد جنگ جهانی انسانیت رو نابود کرد و همه چیز مردم مجارستان ازشون گرفت. سکانس آخر مجسمه لاجوسکا رو نشون میده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. اول از همه باید درک کنیم که اصلا این فیلم چیه. این فیلم میاد سه نسل مختلف رو ما نشون میده که هر کدوم دارن یه سری گناه انجام میدن و در نهایت میشه 7 گناه کبیره که توی انجیل اومده. اول از همه همون سرباز داریم که داره گناهای شهوت و تنبلی رو انجام میده. گناهایی که باعث میشن در آخر هر کاری که دلش بخواد برای ارضا کردن خودش انجام بده و همینم باعث میشه که کشته بشه. انقدر این شهوت توی ذهنش قویه که حتی میتونه با فانتزی ساختن یه زنو حامله بکنه. چون میدونیم بچه‌ای که بعداً به دنیا میاد و دم خوک داره میتونه بچه همین سربازه باشه چون داشته با خوب اون کارو انجام میداده. و به هر حال ما نمیفهمیم که هیچ وقت اون واقعا با زن این بنده خدا خوابیده و باش رابطه داشت یا فقط به خاطر توهمش این اتفاق افتاده. ولی در هر صورت این دوتا گناه باعث میشن که در آخر فرمانده بیاد و بکشتش. میریم سراغ نسل بعدی یا همون کلمن. کسی که به دنیا میاد دم خوک داره و از وقتی که به دنیا میاد میره توی گناه اصلی یعنی شکم پرستی. دنبال اینه که هی غذا بخوره تو مسابقه ها شرکت بکنه. دوتا گناه دیگه هم انجام میده. یکیش حسده چون همه
همش به کسایی که دارن موفق میشن حسادت داره و سومیش هم طمعه، همش میخواد بیشتر غذا بخوره، میخواد بیشتر مدال بگیره، هی دنبال این جور چیزهایی که بیشتر به هدفش برسونتش. پسری که دوتا گناه آخر رو انجام میده، یعنی غرور و خشم. خشمش باعث میشه که اون اتفاق بیفته و با پدرش دعوا بکنه و آخر پدرش بمیره، و غرورش چیزی که باعث میشه اون بلا رو سر خودش و جنازه پدرش بیاره. میریم توی یکی از مهمترین بحثایی که داره فیلم آما میکنه، اونم در مورد خشونت‌های دوران شورویه. شوروی بعد از اینکه مجارستان رو تحت سلطه خودش در میاره، کاری میکنه با مردم که همه چیز رو از دست میدن و خیلی چیزهای اشتباهی رو به دست میارن. همین اتفاقی که برای سرباز افتاده بود، سربازه هیچی نداشت توی مجارستان و فقط میتونست خودش رو با هر چی میبینه ارضا بکنه. تنها چیزی که میتونست روحش رو آروم بکنه بین اون همه جنگ و کثافت‌کاری و همه چیزهایی که وجود داشت. و وقتی که دوران کلمن میره، جنگ به پایان رسیده، از اونجا میاد نشون میده که پایان جنگ دوباره شوروی چه اتفاقایی رو توی مجارستان رقم زد و باعث چه چیزهایی شد. میاد نشون میده که گناه شکم پرستی و آورد باعث شد که مردم فقط دنبال غذا خوردن برن، فقط اینکه یه جوری خودشون رو سیر بکنن و به فکر چیزهای مختلف و چرت باشن، ورزش‌های مسخره رو برای خودشون الگو قرار بدن، آدم‌های اشتباهی رو به عنوان الگوی زندگیشون نگاه بکنن و کلا اشتباهات بزرگی رو همه انجام بدن. همش هم به خاطر نتایجی بود که جنگ داشت. همین چیزها توی دوران بدترش هم وجود داره، یعنی جنگ سرد به پایان میرسه و میرسه به نسل مدرن، جایی که لاجوزخا به دنیا میادش. لاجوزخا کسیه که میبینید لاغر شده کلا، یعنی دیگه هیچ چیزی برای خوردن نداره، انگاری همه چیزهایی که اون کشور داشته دست رفته و خودش رو موارد الکی داره سرگرم میکنه و فکر میکنه که همه هم بهتره با اینکه هیچ چیزی نداره. و خیلی کارگردان میاد قشنگ نشون میده که این جنگ، این کشور چه اثری توی کشور خودش گذاشته و چه جوری نابودش کرده. البته که بحث جنگی فیلم خیلی طولانی تر از این حرفاست، من فقط چیز کلی گفتم بخاطر اینکه نمیخوام فلک بخورم بخاطر هر نجات پرستی و اینا، فقط کلا گفتم که درک بکنید چرا اصلا در مورد جنگ توی فیلم صحبت میشد. میریم سراغ قسمت آخر، یعنی پایان بندی فیلم. چیزی که میخوام در موردش صحبت بکنیم اینه که چرا اصلا لاجوزخا اون کارو انجام داد و هدفش از این چی بود. لاجوزخا به خاطر پشیمونی و غمی که توی دلش بود و به خاطر کلا غروری که از خودش همیشه داشتش و میخواست خودش رو نشون بده، تصمیم گرفت که همچین کار احمقانه ای رو انجام بده. اومد اول بدن و پدر خودش تاکسیدرمی کرد و در آخر به خاطر همون پشیمونی اون دستگاه رو ساخت و جون خودش رو گرفت و از خودش هم یه مجسمه تولید کرد. فقط خواست که یه روز دیده بشه، چیزی که تو تمام فیلم می‌دیدیم اتفاق نمی‌افتاد. وقتی که میرفت تو کافه هیچ کسی بهش توجه نمی‌کرد، وقتی میرفت توی فروشگاه می‌خواست با اون دختر دوشه، دختری یه جوری برخورد می‌کرد انگاری کلاً این پسر وجود نداره. پدرش همش داشت تحقیرش می‌کرد، مادرش بدون توجه بهش ولش کرده بود و همه کلاً وجود این پسر داشتن انکار می‌کردن و پراید یا همون غروری که درون خودش بود باعث شد که یه کاری انجام بده، حتی به قیمت جون خودش، تا بالاخره یه نفر ببینتش. و واقعاً هم این اتفاق افتاد. وقتی اون دکتر با صحنه مواجه شد، فهمیدین یه اثر هنری خیلی مهم و یه نمایشگاه بزرگ به خاطرش ترتیب داد. نمایشگاهی که توی اون وقتی سخنرانی دکتر رو گوش می‌دیم، دقیقاً داره همه این حرفای فیلمو می‌زنه. قشنگ میاد اول در مورد جنگ صحبت می‌کنه، بعد در مورد اتفاقایی که برای همین پسر و پدرش افتاده و غمی که به خاطرش مجبور شده خودش رو بکشه. در مورد همه اینها میاد دکتر صحبت می‌کنه و واقعاً یه عرض احترامی به اون پسریه که هیچ وقت دیده نشد. خلاصه که میگم یکی از عجیب‌ترین فیلم‌هایی که تو زندگیم دیدم و میخوام یه سکانس خیلی مهمه توی فیلمم بهتون بگم. یه سکانسی بود همون اولاش که اون سربازه میرفتش توی حموم و وانو نگاه میکرد و دوربین به صورت 360 درجه میچرخه و حالتی که موقع چرخیدن میگیره حالت رحم زنه و این خیلی جالبه به خاطر اینکه داره توی اون رحم خیلی چیزهای مهمی رو نشون میده. تولد، مرگ، غذا خوردن، حموم کردن، همه اینا رو داره توش نشون میده، چون واقعا توی بدن یک زن وقتی که باردار میشه همین اتفاقا میفته و بچه تمام این مراحل توش میگذرونه. تمام اتفاقاتی که توی رحم میفته رو میاد تو همین سکانس نشون میده و این انگاری همون دنیای ما، چون تو دنیا هم دقیقاً همین اتفاقا میفته و این چیزیه که داره اون سرباز انگاری ارضا میکنه، اینکه میدونه توی همچین دنیایی وجود داره و همچین چیزهایی توش داره اتفاق میفته. بازم میگم این فیلم خیلی عجیبه، یعنی مغزت میپاچه ببینیش. اگه دوست داشتید یه بار تماشا بکنیدش چون جالبه. فیلمای پیشنهادتون هم برام کامنت بکنید، تو کانال زاپاس جوین بشید، لایک، کامنت، ساب یادتون نره. روزتونم گلسی.